خدا نامش سرآغاز کلام است که بر ما فیض و لطفش مستدام است. خداوندی که هر دم در عنایت ندارد فضل و احسانش نهایت. بیننده های عزیز و هموطنان بسیار گرامی، عرض سلام و وقت بخیری دارم خدمت همه شما عزیزان. انشالله که خوب و خوش باشین. ایام عید سید قربانر برای همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم. انشالله که اولین روز عید سید قربانر تا این لحظه به خوبی سپری کرده باشین و در کنار خانواده های خود و بسیار خوشحال و خرسند باشین. عزیزان بیننده، از برنامه سفره عید در خدمت شما هستیم. از شما دعوت میکنم که تا پایان برنامه امشب با ما همراه باشین. مهمانان مختلف امشب در برنامه با خود داریم، اما اولین مهمانی که قرار است امشب با ایشان صحبت‌های داشته باشیم جناب آقای همایون احمدی، یکی از چهره‌هایی که همه شما با ایشان آشنا هستین. جناب آقای همایون احمدی مجری برنامه میراث خراسان هستند. ان شاءالله صحبت‌های با ایشان خواهیم داشت، با ما همراه باشین. جناب آقای احمدی سلام بر شما. سلام میکنم بر شما و همچنین تمام بیننده‌های عزیز کمکنون از صفحه تلویزیون ملی اصلاح بیننده برنامه ایدانند. عرض سلام و خسته نباشی دارم. امیدوارم که روز اول ایدر با خوشی و همچنین با بیغمی سفری کرده باشند، چون معمولا میبینیم که در تمام روزها در جشنهای شادی میبینیم که گاگای مصیبت‌های دامنگیر ما مردم میشه، ولی به هر حال امیدوارم که این عید و امروز با خوبی و خوشی سپری کرده شن بدون کدام اتفاق. انشالله بنده هم عید سید قربان رو برای شما تبریک عرض می‌کنم. قربان شما، زنده باشین. سلامت باشین. چگونه سفری شد اولین روز عید؟ معمولا طبق چیزی که رواج در رسم و عنانات و فرهنگ اسلامی ما، همان گونه عید سفری کردیم. امروز خوب روز بری بود که نماز عید سر ساعت 8 ادا شد در تمام مساجد و معمولا با بچه ها رفتیم به نماز عید ادا کردیم. بعد از نماز عید سر زدیم به خانه پدر و مادر، خداوند مغفرت کنه. پدرم که حیات ندارن ولی مادرم حیات دارن، دستبوس از اونا رفتیم و برای خریدن گوسفند قربانی و ادای فریضه قربانی همچنین بازار رفتیم که معمولا ای امروز همین جور سپری شد و همه شهروندان هرات اکثرا امروز رو به همین طریق سپری کردن. بله دقیقا، معمولا اولین روز عید سید قربان مصروف کارهای ذبح قربانی هستند دوستان و یا هم دقیقا رفتن به خانه پدر و مادر. چقدر راضی بودین از اولین روز؟ خب عید، روز عید روز شادی و سرور و عید معمولا یک روزهای عید معمولا روزهای شادیه و این روزها کمتر یافت میشه، یعنی خداوند میدانه که تا سال بعدی کی زنده هست و کی مرده و یا حیات خواهد بود که ما سال بعدی هم عید تجدید کنیم یا نه. به این اساس معمولا در روزهای عید فرصت خوبیه که کینه ها و کدورت ها برداشته بشه و از این فرصت استفاده کرد برای دید و بازدید ها و همچنین برای از این که صله رحم به جا بشه و هم کسایی که کدورتی بالاخره حرفی صحبتی حدیثی از اونا مانده در دل، بیتنین فرصت برای از این که اینا از بین بره این کدورت ها. و خب امروز بهترین روزی بود که اولین آغاز روز عید بود دیگه. ما دو روز دیگه هم فرصت دانه که بیشترین این روزها باز برای بازدید از دوستا و کسایی که مریضن یا بالاخره کسایی که منو دورتر بودن از ما، امروز دو روز دیگه بهانه خوبیه برای بازدید و دید و بازدید از اون. انشاءالله. جناب آقای احمدی عزیز، دوران کودکی در روزهای چگونه سپری میشد؟ شاید سن شما چند سالی از ما بیشتر باشه و بهتر یاد بدین چگونه بود رسما انا چگونه بود. من گفتم سنم، معمولا همیشه با همکار عزیز خود آقای کاظمی در ثبت برنامه اینا، ما برای آقای کاظمی اکثر شاید بیننده های عزیز با اونها
آشنایی دارن. برای آقای کاظمی میگن که خب سن و سال شما گذشته و از قدیم بیم و ما قصه کنیم بله. که اما خب امروز برعکس شده، من جای آقای کاظمی ششتم و شما از من داریم پرسان میکنیم. خب با سن کمی که دارم، سن چند ساله هستم خدای بگیم بماند 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 چون سوژه میشه دست آقای کاظمی و همکارای دیگر. ولی به هر صورت خب معمولا ما فرزندای جنگ بودیم و در جنگ به دنیا آمدیم و در جنگ جوان شدیم و در جنگ هم داریم پیر میشیم. دوره کودکی دوره تلخی بود که در مهاجرت سپری شد و ما هیچ یاد و خاطره از زندگی در سرزمین خود در ایام کودکی نداشتیم. در مهاجرت خب معمولا سختی ها و مشکلات خود خود داره. او شور و شوقی که در وطن خود در روزهای و در جشنهای مثل عید و جشنهای نوروز و جشنهای متواتری که معمولا پیش میاد در مراسم های مختلف، خب در کشورهای بیگانه نیست. به اساس خب ما دوره مهاجرت را سپری کردیم و محروم بودیم در ایام کودکی. تنها خاطراتی که از عید در ایام کودکی بود همون دید و بازدید های فامیل های نزدیک مثل خاله که معمولا یا در مهاجرت در کنار همدیگر زندگی میکردیم، با پسر خاله ها پیشتر معاشرت داشتیم و معمولا منتظر به این بودیم که روزهای عید برای ما عیدی نزدیکترین اعضای فامیل بدن. این خوشترین ایام بوده که تا حال در ذهن ما از ایام کودکی هست. خب زمانی هم که برگشتیم از مهاجرت، خب واقعا ایام عید بهتر تجدید شد. میبینیم که بدون از این که احساس قربت بکنیم در خاک خود عید برگزار میکردین با همون مراسم های ملی که داشتین. بیشتر معمولا ما روزهای عید در زمانی که از مهاجرت برگشته بودیم در عیدگاه ابوالولید، خود قریه ابوالولید یا زیارت احمد ابن ابی رجای آزادنی در غرب هرات، از قریجات نزدیک شهره چون قریه مادری است، معمولا ما روزهای عید اعضای فامیل در مجموع در عیدگاه ابوالولید سپری میکردیم. در اونجا اسباب بازی ها، قرفه های فروش انواع و اقسام خوراکی ها برپا می شد و ما رو به اونجی می بردن و در اونجی ما بدون از این که کدام دغدغه داشته باشیم و کسی از فامیل نگران از این باشه که خدای نخواسته یک حادثه رخ بده، روز اول و دوم عید در اونجا سفری میکردیم و همون عیدایی که با ما میدادن هنوز بیادمانه که مثلا با علا کلنگ بازی هایی که در اونجا بود، قرفه های بازی که دایر میشد، بازی های محلی در اونجا سفری میکردیم، از خوراکی هایی که در اون قرفه ها به فروش گذاشته بود از اونها استفاده میکردیم. این روزها روزهای شادی و سرور و بیغمی بود که در عیدگاه ابوالولید ما سفری کرده بودیم. خب بعد از او دیگه باز معمولا عیدها میبینیم با همون ازدیاد نفوسی که در هرات هست، با فقر اقتصادی اینا، میبینیم که عیدها معمولا کمرنگ شده میره. متاسفانه امروز به او شکل عیدگاه ها وجود نداره که ما، یا اگر وجود هم داره در بعضی از مناطق خب با دغدغه ناامنی یک دیگه از مشکلاتیه که حتی فرزندای ما کودک ها هم نگاه میکنیم این موضوع دامنگیر از اونها و نمیتونیم با خیال راحت اونها رو ببریم به عیدگاه و او شور و شوق و سروری که باید داشته باشن در اونجا سر، چون ما نگران از اینه که خدا نخواسته اتفاقی برای از اونها پیش نیاد. به اساس میبینیم عیدها معمولا کمرنگ شده میره و بیشتر همون جنبه شرعی خود خود میگیره که برگزاری مراسم نماز و یا قربانی کردن و به خانه نشستن، حالا که این گوشی های لمسی و هوشمند که آمده خب بیشتر بهانه هم هست که میتونی با پیام اکثر از دوستان گله اینا رفع کنید. تنبلی یکی از مشکلاتیه که انمی تکنولوژی جدید آورده برای ما. در زمانهای سابق یاد منه که با باسکل
حرکت میکردیم، مثلا میرفتیم به قریه زیارتجا، حدودا 10 کیلومتر از هرات به سمت جنوب فاصله داره، به اونجا میرفتیم به عید و باسکل میرفتیم. ما حالا گاهی وقتا خودم فکر میکنم ما چه شوقی داشتیم که یک باسکل دو پشته رکاب زده میرفتیم به اونجا به عیدی و پس بر میگشتیم با آنقدر شور و شوق. اما متاسفانه امروز نسل فعلی کم تنبل شدن و هیچ وقتی کار نمی کنن. بله. از دوران کودکی گفته نمی خوشترین ایامی که در کودکی سپری میشه خصوصا در روزهای عید، می عیدی گرفتن، وقتی که یک طفل به یک طفل عیدی میدی و یا هم عیدی میگیره بسیار خوشحال میشه، یک حس بسیار خوشی داره. واقعا می فرهنگ عیدی دادن و اینا باید دوباره نادیده بشه، حالا چه کم چه زیاد. نباید بهانه مثلا نداشتن و اقتصاد ضعیف و اینا بهانه قرار بگیره، چون عیدی دادن برای اطفال یک خاطره شیرینه به ذهن از اونا میمانه و این روز پیشتر مثلا در ذهن از اونا حق میشه که عید به مثابه یک روز فرهنگ که جز مناسبات اسلامی ما هست این روز گرامی داشت بشه، این روز مثلا گرامی می‌داریم و به این اساس خب این در خاطره از او طفلا حق میمانه، طوری که در خاطره ایم مانده مثلا. بله. او از خاطرات شیرینه که وقتی که مثلا در ایام کودکی در تربت جام به خانه خاله خود میرفتیم به اونجی مثلا برای ما عیدی میدادن، حالا اگر یک روپیه بود یا دو روپیه بود، اما آنقدر شیرین بود که بی حد و بی اندازه هیچ از یاد ما نمی رفت. مثلا انمو شور و شوقی که انمو عیدی دادن داشت. به اساس نیازه که برای فرهنگسازی همین چیزهای خورد و کوچکی که جز رسم و رواجها و فرهنگ ما مردم دوباره سعی کوشش بشه، اینا نهادینه بشه و عید را با بهتر برگزار کنیم، با خوشی های بهتر. و معمولا وقتی که سن سال میگذره متوجه میشیم که عید، پوشیدن لباس نو در روزهای عید و همچنین بازی های طفلانه و دید و بازدید هایی که با اقوام و اینا سپری میشه معمولا خوشاینده برای اطفال و بیشتر لذت در اطفال میبرن تا بزرگایی که مثلا اصلا، چون خب دغدغای فامیل و این چیزا گریبانگیر هست. من توصیم اینه که امیدوارم البته که ایدگاه در هرات دوباره یا بشه و در اون ایدگاه مردم هرات فرزندای از اونا همون دو روزه یا سه روزه در با بازی های محلی سپری کنن بدون کدام دغدغه و نگرانی که داشته باشه. بله، انشالله که این خوشی ها همچنان ادامه پیدا بکنه و در یک فضای امن و آرام و صلح و ثبات و همگرایی بتانیم که زندگی خود رو به خوبی پیش ببریم انشالله. جناب آقای احمدی عزیز، اگر برگردیم به برنامه میراث خراسان، همونطوری که همه بیننده های عزیز در جریان هستن، از جمله برنامه های پرطرفدار تلویزیون جهانی اصلاح هست، چی شد که برنامه میراث خراسان را آغاز کردیم؟ حدوداً میشه 3 سال یا 4 سال اگر اشتباه نکنم، 4 سال پیش با ایده از یکی از مسئولین شبکه اصلاح بود و خب معمولاً چون من حدوداً 10-12 سال میشه با گفته همون دوستای نزدیک با یا با قبرستانی سر کار داریم یا با زیارت و با خانه های خرابه ای که به اصطلاح خرابه میگن که آبدای تاریخی باشه و این ایده است مسئولین تلویزیون اصلاح بود و برایم پیشنهاد شده بود، چون معمولا مرتبط با وظیفه خودم بود که نحوی همکاری کنم و این برنامه. خب رسالت من از یک شهروند در این بود که این مسئولیت را قبول کنم و اگر کنده و پراکنده بالاخره با مشکلاتی که سر راه هست همین سرآغاز باشه برای آشنایی شهروندان فرهنگی هرات که بیشتر آشنا بشن با بناهای تاریخی. خب تنبلی کردیم گاگای و ولی خب با آن هم آقای کاظمی همکار شما در شبکه اصلاح پیشترین
زحمات کشیدن و پیشترین سعی کوشش کردن برای از اینکه ما از زمان بی انگیزه بودن نجات بدن. واقعا گاگای شده که مثلا چندین بار ما زنگ زدن و مشغله هایی که داشتیم در سر وظیفه خب به نوی یک کمک ایره چی کردیم پس انداخته بودیم، ولی با آن هم امان پشتکار آقای کاظمی باعث شد که ما دست و پا شکسته حدوداً 3 سال یا 4 سال میشه که با شبکه اصلاح همین برنامه میراث خراسان سپری کنیم و این برای من خوشاینده که حداقل به نحوی توانستیم که مردم هرات با غنامندی های فرهنگی حوزه آشنا بسازیم و بناهایی که هر کدام از اونا پشت سر حرف و حدیث داره و عنوان تذکر و هویت منطقه و هرات شناخته میشه. حداقل من در خیلی جاها خیلی کسا دیدم که از پهلوی کهندج هرات یا زیارت شاهزاده ها میگذشتن نمیفهمیدن که در ایجی چه تاریخی نهفته و اینا. این برنامه حداقل راهگشایی شد که حدوداً عده‌ای که شبکه اصلاح نگاه میکنن و شهروندان هرات آشنا بشن با بنای تاریخی. از جمله شیرین ترین خاطراتی که در ثبت برنامه میراث خراسان داشتن میشه که بیان بکنید؟ همگی صحنه های اگه پشت صحنه های برنامه میراث خراسان نگاه کنین شاید بتونیم بگم که ما پیشترین خاطرات داشتیم در ثبت برنامه میراث خراسان، چون به نوع برنامه میراث خراسان در اکثر از جاها در اکثر از مواقعی که پیش آمده حرف و حدیث های پیرامون خود بنا باید فی‌البداهه در همونجا باید صحبت میشد، چیزی که در چشم دیده میشه و تاریخ خب او ساخت از او سیر وقایعی که در تاریخ برای یک بنا اتفاق افتاده خب او چیزی که در کتب تاریخ هم درج شده و سیده به سینه گشته. یکی از خاطرات خوشمه که شاید آقای کاظمی هم بیاد داشته باشن، اکثری از کسایی که برنامه میراث خراسان تعقیب میکنن، در گلدسته یکی از مساجد شهر قدیم هرات با آقای کاظمی اشاره کرده بودم و همزمان با ثبت برنامه که آقای کاظمی در اینجا پرنده ها هم تخم مرغ کردن، این پخش هم شد. خب بعضی از دوستای نقطه سنج این موضوع گرفته بودن، متوجه شده بودن و چندین بار همین پیغام برای من دادن که متوجه باشین که پرنده ها هم اونجا تخم مرغ کردن. این یکی از خاطرات بود که در برنامه ثبت شده بود. خب معمولا این تکیه کلام ها در برنامه های مشخصا پیدا میشه که برنامه های مستندگونه. این یکی از خاطرات شیرینی بود که تا حال میاد دارم. معمولا همین نکته های بسیار ریز که شاید خود مجری هم متوجه نشه دوستان زیاد متوجه میشن و با گفته شما بعضی دوستان هم نکته سنج هست. چیز واضحه دیگه، همکار شما یک تکیه کلام داره اکثر موقع به ثبت برنامه میره میگه یه حقیقتیه که نمیشه پنهان کرد و نه کتمان. بله این دیگه بماند که کی گفت این تکیه کلام یکی از دوستایی که این حقیقتیه که نمیشه پنهان کرد و نه هم کتمان. بله فعلا چگونه پیش میره برنامه؟ برنامه خب ایده بر اینه که از داخل شهر قدیم هرات چون ثبت کردیم برنامه با آبدهایی که داخل شهر قدیم بوده تمام شده و ایده بر اینه که بریم بیرون از شهر، یعنی بریم به ولسوالی ها دیگه سعی کوشش میکنیم، امیدواریم که زمینه مساعد بشه تا ما بتونیم بناهایی که در ولسوالی های شهر هرات موقعیت داره اینا رو هم معرفی بگیریم و از دوربین دریچه تلویزیونی جهانی اصلاح برای تمام شهروندان هرات و افغانستان نشان بدیم. یک رسالتیه و تمام سعی کوشش ما همینه که یک روزنه ایجاد بشه برای از اینکه ما راه پیدا کنیم به ولسوالی های شهر هرات. بسیار عالی، انشاءالله که موفق باشین. بسیار خوشحال شدم از اینکه در برنامه همراه با شما دقایقی صحبت کردیم. انشالله که
دوستان عزیزی هم که بیننده بودن لذت برده باشن. جناب آقای احمدی عزیز، اگر کدام صحبتی باقی مانده باشه، اگر کدام پیامی داشته باشیم، در خدمت شما هستیم. قربان شما، زنده و سلامت باشیم. امیدوارم که دوستای دیگه که به عیدانه میان از شیرینی‌های روی میز شما هم میشه که شما هم میل بکنین. زنده، چون ختم برنامه و باز انشالله ادمن انشالله در خدمت شما هستیم. بسیار تشکر از حضور شما و سپاسگزاری دارم از شما عزیزانی که بیننده برنامه سفره عید هستین. برنامه همچنان ادامه داره، با ما همراه باشین. اما حال یک میان برنامه با هم میبینیم.